لأمري بحر الوقت من لساني يفتح. با عرض سلام خدمت همه بزرگواران و تسلیت شهادت با عبدالله حسین و یاران ایشان و سلامتی برای شما عزیزان. عرض کنم که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوح و چه عذاب و چه ماتم است. این حسین کیست که عالم همه دیوانه اوست؟ این چه شمعی است که جانها همه پروانه اوست؟ و ابتدای سخن همونطوری که میفرمان احسن الحدیث، آیات آخر سوره الفجر را با هم دیگه مروری میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. این آیات شریفه که آیات آخری سوره الفجر هست که می‌فرماید که ای نفس مطمئنه برگرد به سوی پروردگارت، هم تو راضی هستی و هم پروردگارت از تو راضی است. درا در میان بندگانم و وارد بهشت من بشو. و خیلی از بزرگان اذعان دارن که یکی از مصادیق این آیات شریفه شخص شخیص و بزرگوار امام حسین علیه السلام هست. یعنی نفس مطمئنه مصداق واقعیش حضرت امام حسین است، شخصیت بزرگ. و همونطوری که اعلام کردن، واقعیت صحبت کردن در این ایام و این شبها واقعا مشکل، مخصوصا از این بنده ناقابل و در مورد این امام بزرگوار. و خب هر ساله میبینه که خیلی ها میان صحبت میکنن در رابطه با فلسفه قیام و جنبش و حرکت و نهضت امام، از جنبه های مختلف صحبت میکنن. واقعا به قول یکی از بزرگان، منشوری هست که از هر طرف شما نور بتابید، یک وجهی از وجوه شخصیت امام آشکار میشه، هر کسی از یه بعدی نگاه میکنه. حالا من البته بنده خواستم از زمینه های تاریخی، البته خب میدونید بحث فشرده‌ای هست، چون باید واقعا برگشت 50 سالی که عزیزان اذعان دارن که در اوایل سال 11 هجرت، همون ماه صفر حالا به قول شیعه که وفات رسول اکرم هست، سال 11 تا محرم سال 61 که شهادت حسین ابن علی علیه السلام از 50 سال گذشت. واقعا ببینیم که چی شد در این 50 سال. خود از بین خود امت اسلام، خود مردم مسلمان با اولا نماز خان و قرآن خان اومدن و نوه پیامبر را با اون وضعیتی که حالا توضیح میدن به شهادت رسیدن، به شهادت رسیدن. ببینید چه وضعی در جامعه پیش آمد که به اینجا رسید. خب اگر بخواد کسی تحلیل بکنه، خب این واقعا احتیاج به خیلی مطالعات داره که بقولا چی شد، یعنی چه باید برگردیم به اواخر زمان ایام پیامبر اکرم با حجت الوداع، قدیر و خم، بعد مسائلی که اتفاق افتاد در سقیفه، بعد خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم، بعد امامت ظاهری علی ابن ابی طالب، امام علی، تا بعد امام حسن، جریان معاویه. یعنی واقعا این 50 سال بخوام موشکافی کنیم در یک شب و دو شب، واقعا کار بسیار بسیار سختی است. البته بخوایم یک مرور کوتاهی بکنیم ببینیم که نظر خود امام چی هست. خود امام حسین علیه السلام در خود کلام و فرمایشات امام میتونیم یک چیزایی پیدا بکنیم، یک پرتابی بندازیم به این فلسفه. عرض میکنم این بحث خیلی طولانی هست، ولی ما اگر بخوایم فلسفه قیام و نهضت را از زبان خود ایشان بشنویم، مثلا یک
خطبه امام حسین در منا هست که امام علیه السلام در سال 58، یعنی 2 سال قبل از ما مرگ معاویه، تشریف برده بودن برای مراسم حج در صحرای منا. دعوت کردن از علمایی که بودن، حدود شاید میگن حدود 1000 نفر از علما جمع بودن اونجا. میاد یه فرمایشاتی داره که خیلی جالبه، حالا اگر شد من فرازش رو برای شما نقل میکنم. یه اشاراتی کرده امام، یعنی هنوز زمان معاویه هست، یعنی هنوز زمان یزید نیست. دوم از کلام امام، عزیزان اگر دقت بکنید، به صورت مکتوب هست، وصیت امام حسین علیه السلام است به محمد ابن حنفیه برادر ایشان موقع خروج از مدینه. و سوم هست باز نامه معرفی مسلم بن عقیل هست برای اهل کوفه، اونجا باز نکاتی را امام فرمودن. و چهارم خطبه های ایشان هست، خطبه های حضرت امام هست در جریانات کربلا. یعنی اگر شما اینا رو مرور بکنید، میتونید به یک به اصطلاح شمه از اون بیانات که یعنی فلسفه قیام را به اصطلاح ما مشاهده بکنید. و من فرازی رو برای شما میخونم. مثلا در همون خطبه منا، من فرازی از فرمایشات امام رو میخونم. شگفتا و چرا در شگفت نشوم که زمین در تصرف مردی دغلباز و ستمکار و مالیات بگیری ظالم است و مأموری که هیچ مهر و ترحمی بر مؤمنان ندارد. خطاب با علمای به اصطلاح علمای اسلام که از بلاد مختلف آمدند. پس ای علما، اگر شما به یاری ما برنخیزید و داد ما را ندهید، این ستمگران بر شما چیره خواهند شد و در خاموش کردن نور پیامبر خواهند کوشید. البته خدا ما را بس است، ما بر او توکل کردیم و آستان او روی آوردیم و بازگشت همه به سوی اوست. من دارم فرازی از خطبه امام را برای شما میخوام. البته میبینید که امام اینجا میفرمایند که در خاموش کردن نور پیامبر خواهند کوشید. ببینید تذکری که امام میده اینه، یعنی در ظاهر امر معاویه خودشو خلیفه میتونه خره، جانشین پیامبر ظاهرا همه چیز اسلامی رعایت میکنه، نماز جمعه هست، مساجد هست، قاری قرآن هست، ولی در باطن داره نور پیامبر خاموش میشه، یعنی اون نور واقعی و اون انگیزه ها و اهداف واقعی اسلام داره چی میشه، از بین میره. اینجا امام داره به اصطلاح هشدار میده به دانشمندان و علمای عصر خودشون، علمایی که اومده بودن برای مثلا زیارت مکه. نمونه‌ای بود که من خدمت شما گفتم. از یا اینکه در باز از وصیت امام، وقتی بعد از اونی که دوستان و بزرگواران اشراف دارن که در سال 60 وقتی که معاویه فوت میکنه و یزید نامی مینویسه به والی مدینه که حالا 4 نفر هستن که از اینا بایستی به اصطلاح بیعت بگیری که خیلی خیلی لازمه، یکیش حسین ابن علی هست، امام علیه السلام هست، و یکی دیگرش پسر زبیر هست، یکی دیگرش باز پسر عمر هست، یکیشم پسر ابو بکر، یعنی 4 تا از بزرگان قوم به اصطلاح. البته میگه که بر امام حسین، یعنی همه میگه از ایشون باید به اجبار شما بیعت بگیرید، اگر بیعت نگیرن به اصطلاح اونها را به قتل برسن، که داستان مفصله که امام بعدن که حالا بعد از این جریان از مدینه بیرون میاد که به سمت مکه حرکت میکنه، بس یه نامه داره که اینو مکتوب به برادرش محمد ابن حنفیه میده. اونجا هست که من جمله از اون رو خدمت دوستان میخونم که یه مقداری از فلسفه حرکت و نهضت رو میشه دید. اینی لم اخرج و اشرن ولا بطرن و
ولا مفسدن ولا ظالمن انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان امر بالمعروف فانها عن المنکر و اسیر و به سیرت جدی و ابی. خوب دقت بفرمایید، واقعا روشنه دیگه اینجا فلسفه خروج و نهضت امام. من برای جاه طلبی، دقت بفرمایید، برای پست مقام نیست، و کامجویی و آشوبگری، چون میگفتن که ایشون خروج کرده علیه به قول خودشون به اصطلاح خلیفه زمان، امام زمان، آشوبگر نیستم و برای ستمگری نیست، قیام نکردم، بلکه برای اصلاح در کار امت جدم. ببینید اصلاحگره، یعنی که مصلحه، به طلب اصلاح فی امت جدی و میخواهم امر به معروف کنم. ببینید، یعنی میگه که معروف خاموش شده، میخوام معروف را زنده کنم و نهی از منکر، منکر غالب شده، میخوام منکر را به اصطلاح جلوگیری کنم و و اسیر رو به سیرت جدی و ابی. نکته مهم اینه که من میخوام به سیره و روش جد و پدرم، یعنی دقت بفرمایید، یعنی میگه که سیره و روش پیامبر داره از بین میره، از بین رفت. حالا نه اینکه ظاهرن، حالا اونا خودشونو خلیفه یعنی جانشین میگن، یعنی نه تنها میگن امیر، میگن ما خلیفه هستیم، یعنی جانشینی پیامبر، برای خودشون همچین عنوانی دارن که امام میفرماید نه، سیره و روش پیامبر داره از بین میره، من میخوام که این سیره را به اصطلاح احیا بکنم و زنده بکنم. ببینید، پس اینجا هم هست در خطبه مثلا در وصیت امام. واقعیت اینه که عرض کردم که اگر که بخوایم واقعیت تاریخ رو بررسی بکنیم، بزرگواران اذعان دارن که وقتی که در رحلت پیامبر عظیم الشان، میبینید تا حدود چند روزی که امام علی مشغول به کفن و دفن بود به پیامبر، خب اونها آمدن به قول خودشون در اون محل سقیفه بنی صائبه برای رتق فقه امور مسلمین و حالا به قول خودشون ظاهرا شورای بین حالا مهاجر انصار بود که میخواستن به هر طریقی مثلا خلیفه اول را انتخاب کردن. حالا به هر حال خلیفه اول هم حدوده اگه اشتباه نکنم دو سال اندی بود، بعد دیالا ایشون موقع وفاتش میاد حالا خلیفه دوم را میذاره که حدود فکر کنم 12-13 سال ایشون هم به قولم خلافتش بود، حالا به اسم خلافت یا هرچی خلافت پیامبر. من عرضم به اینه که باز در مورد در دوره ابوبکر ظاهرا زیاد اون سیره ها و روش هایی که بود کمرنگ نشد. روش ها منظورم اون روش های اشرافیت و روش های جاهلیت. حالا در حدود سال دوم سوم فکر کنم 14-15 هجری هست که حالا مسلمین دو تا امپراتوری بزرگ را به زانو در آوردن، امپراتوری ایران و امپراتوری روم. خیلی خیلی غنیمت آمد، یعنی متمول شدن و صحابه رسیدن به اصطلاح به اموال زیاد. حالا یواش یواش اون روش های جاهلیت و اشرافیت یواش یواش اینجا داره خودش نشون میده، کما اینکه اگر اشتباه نکنم در سال 18 هجری بود، هنوز دوره خلافت عمر بود که خلیفه دوم که معاویه رو استاندار به اصطلاح شام میکنن. خب دقت بفرمایید، بله ظاهرا در زمان من نقل به تواریخ میکنم، در زمان ابوبکر باز اون نصیب مسلمین از بیت المال نبود به اون صورت، چون غنیمتی نبود، همون چیزایی که حالا قبائل میدادن به عنوان حالا به هر طریق مال یاد هر چی بود، سهمی که میگرفتن از بیت المال به طور مساوی بود. حالا در زمان خلیفه دوم باز یه چیزی را اینا
خلیفه دوم آمد یه چیزی رو جدید به سر از خودش ابداع کرد یا بدعت گذاشت، آمد گفت که نه ما اینها رو میدیم بر اساس سابقه افراد در اسلام، یعنی کسی که مثلا اول مسلمون شده به اون سهم بیشتری میدیم، کسی که مثلا بعدها مسلمون شده سهم کمتری میدیم. این یک پوان، یک امتیاز. به امتیاز دیگه به اصطلاح نزدیکی به نسب به پیامبر یا مثلا به قبیله قریش و پیامبر. حالا ببینید این دوتا عامل باعث میشد که خیلی ها سهم بیشتری میگرفتن از بستر بیت المال. خب یه عده‌ای از صحابه و اینا یکم متمول‌تر میشدن. حالا بعد از الان عرض کردم اون چند سال بعد که غنیمت ها از ایران و از شام آمد، خب اموال زیادی هم باز اینها به نسبت به اصطلاح ثروتمندتر شد. هرچند که ظاهرا عمر به اصطلاح خلیفه دوم مواظب بود یا سپرده بود که این صحابه ثروت را تبدیل به سرمایه نکنن، یعنی به قولن سرمایه اندوزی نکنن. خب حالا اینو نکه من میگم نقل به تواریخ هست، از کتاب هایی که نقل به تواریخ به اصطلاح صدر اسلام طبری و اینا هست. حالا در زمان خلیفه سوم، زمانی که خلیفه سوم به قدرت رسید، خب میدونید که طایفه بنی امیه به قدرت رسیدن، همون به اصطلاح از طرف اونایی که منصوب بودن به اصطلاح معاویه اینها به قدرت رسیدن. خب اون جنبه های اشرافیت دیگه اونجا خودشون خیلی خیلی نشون دادن. خب اینایی که عرض کردم فقط یه مقدمه بود که پیش زمینه باشه که چطور شد که خصلت های سرمایه داری که اشرافیتی که در عصر جاهلیت بود و مخصوصا در مکه در بین قریش خیلی خیلی رواج داشت، اینا دارن زنده میشن. اینا چیزایی نبودن که به اصطلاح سنت پیامبر نبود. سنت پیامبر بر برادری و عدالت و اون انگیزه های ایمانی بود و ملاک فقط تقوا بود، یعنی بر چیزی دیگه نبود. به هر حال شما میدونید که حالا در واقع حزب اموی، همین طایفه بنی امیه که با ظهور اسلام قدرت ظالمانی خود را از دست داده بودند و به ظاهر اسلام را پذیرفت، یعنی این منظور اینش اینه که وقتی که ببینید اینها در سال 8 هجری بود، شما دقت بفرمایید در سال 8 هجری در فتح مکه بود که ابو سفیان و معاویه اینا مثل اسلام قبول میکنن. حساب بکن اونم به زور، یعنی به زور میان، یعنی چون دیگه تسلیم میشن، نه اینکه به زور شن، در حال دیگه میبینن که مسلمونا قدرت فائق دارن و مکه هم سقوط کرد، اومدن مسلمون شدن. خب پیغمبرم اونا رو بخشید، طلقا اونا رو بخشیدن، آزاد کرد. برها اینها به ظاهر اسلام پذیرفته بودن تا در موقع مناسب انتقام خودشون بگیرن. همین امویان که برای خودشون یک اشرافیتی داشتن در زمان جاهلیت پیش اسلام، اسلام این اشرافیت ها رفت، این ملاک های تبعیض و اشرافیت میرفت، برادری و برابری و عدالت هست که در شیوه نبوی و شیوه علوی اینا هست. ولی اینا وقتی که پیامبر فوت کرد، اینها مخواستن انتقام خودشون میگن، مخواستن روش های جاهلیت رو زنده بکنن. ببینید از همین روز که پس از رحلت پیامبر که به فاصله 2.5 ماه از واقعه قدیر و خم رخ داد، رسول اکرم علی علیه السلام را به دستور خدا به عنوان جانشین و وصی خود معرفی کرده بود و همه به او تبریک گفته بودند، ابو سفیان و اتباعش ماجرای سقیفه را اعمال نفوذ کردن، پیش آوردن. به تعبیر شهید مطهری، یک اقلیت منافق زیرک اکثریت مؤمن را فریب داد و حکومت جهان اسلام را در یک مسیر انحرافی قرار داد. دقیقا حالا من پیش زمینه میگم، زمانی که خلیفه سوم به قدرت رسید، دقیقا بفرمایید، ابو سفیان در حالی که پیر و نابینا شده بود، اون کسی که دشمن بود با پیامبر تا سال 8 هجری، در جلسه با حضور سران بنی امیه اول اعلام کرد آیا غریبه‌ای میان ما هست؟ گفتن نه.
سپس گفت اکنون که گوی خلافت، دقت بکنید، اکنون که گوی خلافت به دست یکی از شماها رسیده است، یعنی عثمان را از خود میدونه، دقت بکنید، عثمان که عثمان بن عفان که خود را خلیفه و جانشین پیامبر میدونه، ابو سفیان میگه از ماست، سعی کنید این گوی یعنی این توپ به هم دیگر پاس بدهید و نگذارید از دست شما خارج شود. این وضعیت ادامه داشت تا میرسیم به شورش مردم علیه خلیفه اسلام. میدونید که به خاطر الان همین تبعیض ها و نمیدونم ظلم هایی که مردم شده بود، میدونید که مردم مصر و نمیدونم جای دیگه اینا قیام کردن و آمدن در مدینه، به هر حال چندین روز خانه عثمان را در محاصره کرده، حتی خود امام حسن، یعنی امام حسن موسی، امام علی، امام حسن حسین را فرستاد که دفاع میکرد از خانه عثمان، حتی آب رسون به خانه عثمان، بله به هر حال مردم ریختن و خلیفه را به قتل رساندن، که البته روش نادرستی بود خلیفه کشی. به هر حال اینا رو میگم که دوستان بدونن که چطور شد که این شیوه بنی امیه که شیوه اشرافیت بود نفوذ کرده بود در اصطلاح در بدنه به قول خودشون خلافت و قدرت. حالا در امام علی که دوست اون 5 سالی که خلافت ظاهری داشتن، خب میدونید با 3 تا جنگی که جمل و سفیر نارن نهروان که درگیر بودن، خب امام نتونست به هر حال اون قدر رو برکنه و به هر حال شهید شد به دست اون خوارج نهروان. و میدونید که در سال 40 همین معاویه تونست به هر حال اون به قول خودشون قدرت را در دست بیاره. دوستان دقت بکنند از سال 18 تا سال 40 این معاویه حدود 22 سال استاندار شام بود، شامی که تازه مسلمان بود، مردم شام مثل مردم مکه و مدینه نبودن که به اصطلاح پیامبر را دیده باشن، اون روش و سیره پیامبر را دیده باشن، صحابه باشه، البته صحابه مکه بود خیلی اندک بود، ولی در این 22 سال چه مغزشویی ها و چه به اصطلاح تبلیغات منفی به اسم سنت، اینا سنت پیامبر را یک سنتی جعل، حتی جعل حدیث میکردن. خود معاویه 22 سال که استاندار بود، بعد از سال 40 تا سال 50 که امام حسن که مسموم شد باز به حیله همین معاویه، و از سال 50 تا سال 60 که باز زنده بود 20 سال قدرت مطلق داشت معاویه، یعنی قدرت مطلق در تمام بلاد اسلامی داشت. این 20 سال بذار 22 سال حساب کنید، 42 سال بر شام حاکم بود. و ببینید این 42 سال چه جوی ایجاد کرده بود، اون مردمی که تازه مسلمان شده بودن حالا اسلام را فقط به فقط در شیوه بنی علم. نقل است که یک موقعی خود عمر بن خطاب که موقعی که خلیفه بود، حالا اشتباه نکنه، آمده بود به عنوان بازدید به شام. خب عمر خب خیلی حالت خب خلفای اول دوم خب واقعا خیلی حالت به قول معروف حتی خلیفه سوم خیلی حالت سادگی داشتن از نظر رفتار ظاهری، و در حال خب مردم صحابه پیامبر را دیده بودن، اون روش میگن خیلی حالت ساده، مثلا حتی سوار بر یک حماری الاغی میرفت به طرف مثلا شام، حتی مردم عادی تشخیص ندادن که این مثلا خلیفه است. حتی میگن که اون همراهش هم بعضی موقع سوار بر الاغ میشد، ایشون پیاده می، به هر حال خیلی حالت ساده میره. بعدها که دیدن که یک تشکیلات میاد که بعدا فهمیدن که این تشکیلات مال معاویه بوده که با چه دبدب و کبکبه، که حالا بنات خود عمر به ایشون میگه که این حالت تو حالت مال سلاطین مثلا مال روم داره، یعنی حالتی نیست که یک حکمران مثلا یک بلد اسلامی باشه. ببینید چقدر تفاوت بوده، یعنی شیوه سلطنت به اصطلاح روم و اینا رو زنده میکرد در عهد خودش. هر حال خواستم یک پیش زمینه باشه از اون هوایی که در اون زمان در شام و در سوریه حاکم بود. یا در روشی که داشت، میبینید که حتی روشی که خود عثمان داشت، عثمان در تقسیم بیت المال و سپردن مناسب به افراد تبعیض روا می داشت.
و عدالت را رعایت نمی کرد، بیشتر جانب اقوام و خیشان خود را نگه می داشت. یعنی مریم میگه تا جامعه و همه مردم، خلیفه اول و دوم تا حد زیادی به سیره پیامبر عمل می کردن. اما از زمان عثمان این تبعیض‌ها رواج داشت، اعتراض آغاز شد، کم کم شدت گرفت تا اینکه مردم کوفه و به بصره و مصر شورش کردن و در اطراف دارالخلافه و اون قصد قتل عثمان کردن که خدمت دوستان عرض کردم. حالا ببینید چه کارهایی میکرد در به اصطلاح معاویه در دوره، در موقعی که در خلافت خود بود در شام، و اون روش های جاهلیت رو زنده میکرد و روش سنت اسلامی رو از میگه. میخوام ببینم که امام حسین وقتی که حالا ببینید تازه معاویه ظاهرا را نگه میداشت، با این حال ببین با اینکه ظاهر نگه میداشت، از آن دارید که وقتی یزید میاد همون به فاصله یک ماه یا همون چند روزی بعد از فوت پدرش که به اصطلاح به ناحق بر شیوه سلاطین سلطنتی میاد، بخواد موروثی شده که معاویه ایشون را به قول خودش خلیفه میکنه که میخواد از امام هم بیعت بگیره، که امام که زیر بار نمیره، حالا داست هم متوجه هستید، و زیر بار نمیره و میگه من میخوام احیا بکنم سنت پیامبر را. یکیش اینه که شما نمیتونید اصلا این روش به اصطلاح موروثی و سلطنتی را در اسلام، همچی روش نیست. حالا اگر که ما میگیم که آنها از بحث قدیر و وصایت و سفارش پیامبر سرپیچی کردن، حداقل بر روشی که حالا به قول خودشون روشی که حالا خلیفه اول و دوم ظاهرا میگفت که ما میخوایم بر شورای به اصطلاح مهاجرین و انصار عمل بکنیم، حالا ظاهرا بر شورا، اینها بر شورا هم که عمل نکردن هیچ، اونو به اصطلاح شیفتش دادن و متمایل کردن به طرف بنی امیه. حالا متمایل کردن به طرف بنی امیه، در بنی امیه هم موروثی کردن، یعنی از معاویه به یزید. یعنی ببینید این باز شیوه سلطنتی، نه تنها موروثی کردن بلکه موروثی استبدادی که میرسه به خود معاویه و یزید. ببینید روش هایی که معاویه داشت در دورانی که خودش قدرت داشت، حالا ظاهرم نگه میداشت. مثلا میگفت که میشون برخلاف نظر اسلام تعصب عربی را ترویج میکرد و عرب را بر عجم برتری میداد. خب آیا واقعا این سنت اسلامیه؟ ما در اسلام که اصلا برتری عرب به عجم نداریم که در این اکرمکم عند الله اتقاکم، هیچ کس و هیچ کس برده در نزد خدا فقط متقین، در نزد حکومت و جامعه هیچ برتری برای هیچ کسی نیست. معاویه دستور داده بود تا عربی وجود دارد غیر عرب حق ندارد امام جماعت شود، همچنین غیر عرب حق ندارد در صف اول نماز جماعت قرار گیرد. علی علیه السلام در منابر به خصوص در نمازهای جمعه سب کنند، یعنی دشمن بدن، رشوه های فراوان به مخالفانش میده. البته این خیلی معروفه دیگه، حتی میدونید که سردار و فرماندهان سپاه امام حسن علیه السلام را با رشوه تطمی، هم تطمی داشت هم تهدید، یعنی هم زور و هم زر. مسموم کردن مخالفان، میدونید که مالک اشتر را که سردار رشید امام علی بود مسموم کرد، خود امام حسن را مسموم کرد. به سرنیزه کردن سر مخالفان، این رسمی بود که در جاهلیت ما در اسلام نداریم، حتی در متاسفانه در وقایع کربلا که اشراف دارید که دشمنان چطور سر مبارک امام و ما بقیه شهدا رو برنیزه، این روش اسلامی نبود، یعنی اینا رو اینا زنده کردن. شهادت بسیاری از اکابر شیعه مثل حجه بن عدی و اون عهدی که پدرش ابو سفیان بسته بود برای انهدام اسلام و بازگشت به جاهلیت عرب، وقتی که امام علیه السلام در اون وصیت به محمد بن حنیفه میفرماید من میخوام سنت پیامبر را که مرده زنده کنم، همین دیگه. یعنی اینا در ظاهر پوشش از اسلام دارن، ظاهرا مساجد هست، اذان میگن، قرآن میخونن، ولی از داخل دارن نابود میکنن. حالا این معاویه بود، تازه دیگه شما میدونید حتی یزید دیگه
ظاهر هم حتی رعایت نمی کرد. می دونید که در ظاهر مثلا به اصطلاح مشروبات الکلی و فسق فجور که دیگه این دیگه واقعیت دیگه به اوج به اصطلاح شرم و حیا بود که دیگه حتی اونم رعایت نمی کرد. ببینید که وقتی امام علیه السلام می فرماید که امام حسین علیه السلام من می خوام سنت پیامبر را احیا بکنم، به خاطر این هست همونطوری که قبل از من جناب شهر حسین فرمودن حرکت امام علیه السلام برای اصلاح بود، اصلا قصد جنگ هم نداشت اینا ایشون، و مرد دلایل زیاد از عرض کردم که خود مردم کوفه هم که نامه‌های زیادی نمیشتن، حالا من نامش بود دیگه فرصت نشد که نامه ها رو برای شما بخونم که توضیح میدن که ما از ظلم و جور به سطوح آمدیم، منتظریم که شما تشریف بیارید و عدالت را اجرا کنید، یعنی از امام میخوان که عدالت را اجرا بکنه و سنت نبوی و سنت علوی، سنت نبوی و سنت علوی چی بود؟ عدالت بود دیگه، عدالت و احیای ارزش‌های اسلامی، معنویت اسلامی، اینها را میخواستن که زنده بکنن. و میبینید که امام میفهمید که پوسته از اسلام باقی است. آخرین اقدامش یعنی اقدام معاویه موروثی کردن خلافت برای فرزندش یزید. این دیگه واقعا کمال به اصطلاح شرمساری بود برای جامعه اسلامی که ایشون بخواد که خلافت و جانشینی پیامبر را بخواد به اصطلاح برخلاف حق که حق خودش هم نبود تازه بخواد موروثی بکنه، که به قول حالا اون قدیمی به قول اون اوایل که حتی به شورا هم نذاره، که حالا مثلا میگن که مثلا به شورا باشه، حتی نه تنها شورای عمومی مردم رو قبول نداره، بخواد موروثی بکنه، یعنی حالت استبداد. پس این بود آخرین اقدام معاویه، موروثی کردن خلافت برای فرزندش یزید، عمل به توصیه پدرش یعنی ابو سفیان، توپ خلافت را بین خود پاسداری کنید و نگذارید از دست شما خارج شود. یزید با آن شخصیت فاسد و هرزه خلیفه شد. این معنی خلیفه یعنی جانشین پیامبر، یعنی جانشین پیامبر. امام علیه السلام، امام حسین علیه السلام میفهمید که پوسته از اسلام باقی است و هستی آن، یعنی مغز اسلام چیه؟ عدالت و معاریث و مواریث معنوی اسلام و حکومت صالحان از بین رفته است و باید اسلام را زنده کرد. اینه که عرض کردم که برای اسلام زنده است. میبینید که عوامل مختلف کردم، زمینهای تاریخی را پس عرض کردم، زمینهای تاریخی این بود که اصطلاح همون میل به دنیا، مال پرستی، اشرافیت، برگشتن به روش‌های جاهلی، روش‌هایی که اصلا ضد اسلام بود، زنده شدن، یعنی تمام زحماتی که پیامبر کشیده بود، زحماتی که امام علیه السلام کشیده بود، تمام اون شهدای بدر و احد، این زحمات بر هدر این بود که امام، شما ببینید در جریان عاشورا بزرگان خودشون اطلاع دارن که میبینید که بعضی از اونا میان میگن که ما میخوایم انتقام مثلا بدر و احد بگیریم. یعنی چی انتقام بدر و احد؟ از کی؟ از امام حسین. مگر اینجا کینه های شخصی هست؟ بدر و احد اگر چیزی بود، جنگ های عقیدتی بود بین اسلام و کفر بود. شما میگید اون جنگ ها، یعنی که الان که میخواید شما انتقام میگیرن، یعنی که شما در به اصطلاح چی میگن، در اون کفر مخفی هستید دیگه، نفاقید دیگه، میخواد از طرف مقابل که از طرف حق هست میخواد انتقام علی ابن ابی طالب را از امام حسین بگیرید. چرا که در اون جنگ بدر و احد مثلا بزرگان ما را به قتل رسانده. میبینید که پس اینا ریشه های جاهلی داره. یکی از عوامل دیگه که امام درخواست بیعت، میدونید که وقتی یزید بیعت بخواد، امام میفهمد که اصلا در شخصیت من، یعنی در شخصیت حسین ابن علی و در اون دامانی که من پرورده شدم، در دامان به اصطلاح خاندان پیامبر، در دامان به اصطلاح امام شخص، یعنی به اصطلاح خاندان علی ابن ابی طالب و فاطمه زهرا، در اون خاندان، اون تربیت و اون به اصطلاح آموزایی که من در اصلا به من اجازه نمیده که من شما من مخیر بکنی به اصطلاح بیعت یا تسلیم، که میگه که من
مرگ را اونجا وقتی میگه مثلا برای مرگ نمیده، ولی وقتی که شما میدونید که در اون جریان وقتی هور میاد هور ابن یزید که ایشون رو نگر میداره، ایشون میگه خب حالا که نمیذارید بریم مثلا به کوفه، خب ما بریم مثلا به یه جای دیگه، مثلا به گفتن نه شما باید اینجا بیستید و تا من حالا دستور که میاد که بعدا میگم باید بیعت بکنی، یعنی میگه زور میگیشون میفرماید که من مرگ شرفمندانه به این زندگی نکبتوار که زیر بار ظلم ستم باشد اینو ترجیح میدم، این هست دیگه. و یعنی منظور اینه که درخواست بیعت از طرفگاه هست که همچه شخصیتی که من دارم در این خاندانه که پرورده شدم اصلا به من اجازه نمیده که زیر بار همچه بیعت این درخواست برم. و عامل دعوت مردم کوفه هم بود که عرض کردم، و عامل امر به معروف و نهی از منکر هم عرض کردم، و اصلاح در امت جدم و عمل به سیری جد پیامبرم و عمل به روش امام، یعنی امام علی و پیامبر و اصلاح امت. پس دقت می‌فرمایید که این تمام اینها نشون میده که امام فقط و فقط برای نهضتش، نهضت قرآنی است. حالا اگر دوستان اجازه بدن، من میدونم بعد سر شما رو به درد آوردم، ولی حیف آمد، حیف هم آمد که یک ابیاتی بخوانم از اقبال لاهوری در باره شخصیت و هدف قیام امام حسین. بله، میدونید که اقبال لاهوری یکی از فلاسفه مسلمان هست، ایشون خب پاکستانی هست ولی خب دیوان غزلیات به زبان پارسی داره، خیلی غزلیات شیرین داره و اشراف داره. ایشون یکی از علما، البته خب اهل سنت هست، ولی ببینید این عالم فیلسوف دانشمند سیاستمدار هم بود، پارسی گوی در اشعارش در رابطه با قیام امام حسین این چه اشعار زیبایی داره. ببینید چی میگه، چون البته این از در تحت عنوان در معنی حریت اسلامیه و سر حادثه کربلا در رمز بیخودی، سروده اقبال لاهوری در وصف امام حسین. البته من از وسطش میخونم، از چون خیلی زیاد، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، دقت بفرمایید، چون خلافت رشته از قرآن گسیخت، حریت را زر اندر کام ریخت. ببینید حتی ایشون هم با اینکه اهل سنت هست میگه ببینید خلافت دیگه از قرآن داشت جدا میشد، در کام جوانمردان حریت داشت، در کام اونها تلخ میشد. ببینید چه زیبا داره به اصطلاح این فلسفه رو میگه. خواست آن سر جلوه خیر الامم، چون سحاب قبل باران در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، باران رحمت امام حسین، لاله در ویرانه ها کارید و رفت، تا قیامت قطع استبداد کرد، موج خون او چمن ایجاد کرد. دقت بفرمایید، بحر حق در خاک خون غلطیده است، پس بنای لا الهه گردیده است. این تفسیر ایشون میفهمد که قیام امام حسین خیلی زیبا تفسیر لا اله الا الله، یعنی همش بندگی و توحید نابه. ببینید، مدعایش سرسنت بودی اگر، خود نکردی با چنین سامان سفر. ببینید اگر که برای سرسنت میخواست بره که اینطوری سفر نمیکرد با خانواده و طفل 6 ماه و بچه و اینا. دشمنان چون ریگ صحرا لا تعد، یعنی دشمنان فراوان، دوستان او بیزدان هم عدد، یعنی همشون در یه صفحه واحد بودن. سر ابراهیم و اسماعیل بود، یعنی آن اجمال را تفصیل بود. ببینید چقدر زیبا داره تفصیل میکنه، میگه امام حسین سر ابراهیم و اسماعیل بود. ببینید در همون امتداد کار، چطور ما میگیم السلام علیک یا وارث نوع نبی، داریم وارث پیامبران، یعنی اون راهش راه انبیاء بزرگ است. سر ابراهیم و اسماعیل بود،
یعنی آن اجمال را تفصیل بود. عزم او چون کوه ساران استوار، پایدار و تنسیر و کامگار. تیغ بر عزت دین است و بس. ببینید میگه اگر تیغی هم میزنه بر عزت دین است و بس، مقصد او حفظ آیین است و بس. دقیقا فرمایید ما سوالا را مسلمان بنده نیست. ببینید قشنگ داره تفسیر میکنه توحید را. ما سوالا را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست. یعنی مسلمان غیر خدا را بنده نیست. خون او، یعنی خون ابا عبدالله، خون او تفسیر این اسرار کرد، ملت خوابیده را بیدار کرد. تیغ لا، ببینید تیغ لا چون از میان برکشید، از رگ ارباب باطل خون کشید. نقش الا الله بر صحرا نوشت، نقش الا الله بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت. ببینید اینه داره اقبال میگه ها. ببینید حالا این بیت، ببینید رمز قرآن از حسین آموختیم. ببینید تفسیر قرآنه، رمز یعنی شهادت امام تفسیر قرآنه. رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعله ها اندوختیم. شوکت شام و فر بغداد رفت، شام و بغداد رفتن. ثروت قرنات هم از یاد رفت، قرناتی از شهرهای اندلس اسپانیا. تار ما، دقیقا فرمایید تار وجود ما، تار ما از زخمش لرزان هنوز، یعنی وجود ما را به لرزه آورد. تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ببینید تازه از تکبیر او ایمان هنوز، یعنی همونطوری که ببینید تفسیر، دقت بکنید واقعا داره تفسیر حسین منی و انا من حسین میگه. واقعا ببینید یک دانشمند روشن ضمیر اهل سنت داره تفسیر حسین منی و انا من حسین فرمایش پیامبر هست، واقعا تفسیر اون نیست. دقت بکنید تازه از تکبیر او ایمان هنوز. ای سبا، این آخرش جالبه، ای سبا ای پیک دور افتادگان. ایشون نمیدونم آلمان بوده، انگلیس بوده یا پاکستان، چون اینجا بوده. این آخرش میگه ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پای که او رسان. ای سبا ای پیک دور افتادگان، اشک ما بر خاک پای که او رسان. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین جمیعا و رحمت الله و برکاته. با تشکر از صبر و حوصله شما و التماس دعا از همه بزرگواران، ببخشید اگر که